خدمت علاقمندان و دوستان سودپلاس سلام عرض کردم. امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت و البته ورزشکار هم باشید. با یکی دیگر از برنامه های سودپلاس از یوتیوب خدمتون هستم. با افتخار و درباره موضوعی با تو صحبت خواهم کرد که موضوع روز فوتبال ایران و ورزش ایران، یعنی برخی از ورزشکاران همراه مردم میشن، همدل با مردم میشن، در کنار مردم هستن و حالا اصلا کاری ندارن در چه رشته هستن، نام نیک از خودشون به جا میذارن و زمانی که اسم اون ورزشکار رو شما میارید مساوی میشه با همدلی با مردم، غم مردم رو خوردن، در کنار مردم ایستادن و بعضا صحبت ها و کامنت هایی از خودشون میذارن که این نشون میده از دل مردمن و برخی از ورزشکاران که نشون دادن فقط پول و ثروت و شهرت رو دوست دارن و فقط از کنار مردم رد میشن، یعنی تبلیغات و ثروت اندوزی و مسائل از این دست مردم رو برای همین قضیه میخوان. من یه کلیپی رو از کنعانی زادگان و بازیکن دیگه تیم ملی دیدم، شجاع خلیل‌زاده، دو تا بازیکنی که در فصل آینده در الاهلی قطر هم با هم همبازی هستند، به شدت متاثر شدم. یعنی شما نگاه بکنید میرن در اتومبیل شجاع خلیل‌زاده میشینن و اون شعار به شدت مشمئز کننده و مسخره سلام فرمانده رو میخونن. خب این ویدیو کلیپ که سلام فرمانده است برای حمایت از رهبری ایران آیت الله خامنه‌ای و از این ترتیب مسائل و یه جورایی ترفندها ساخته شد و بسیارم بولد شد، اما مردم ایران در مقابل این ایستادن. برخی از سلبریتی ها وایستادن و ورزشکاران به خصوص وریا غفوری کاپیتان استقلال میگفتن. من عرض کردم، من تو برنامه قبلا درباره وریا صحبت کردم، گفتم اصلا ما کاری نداریم، من به شخص امیر خصوصی کاری ندارم که اصلا وریا غفوری در چه رشته ای هست، در چه تیمی داره بازی میکنه، اما اون چیزی که مهمه در این روزهای سخت در کنار مردم ایستادن، نام مردم رو آوردن و در مقابل حکومت ایستادن یه جسارت و یه حمیتی میخواد که واقعا هر کسی نداره. وریا غفوری اومد مصاحبه های متعدد کرده، در بسیاری از مصاحبه های صحبت کرده، در کنار مردم بوده، مصاحبه کرده درباره حمایت از کولبران که واقعا به خاطر کسب درآمد اندک با اون سختی و مشقت در کوههای کردستان و کرمانشاه در برف و بوران و در شرایط بسیار سخت میخوان کسب حلال داشته باشن. در باره حادثه متروپول صحبت کرد، در باره این فشاری که بر مردم میاد. از این قضیه که بگذاریم، یه دوتا از بازیکنان تیم ملی شعار فرمانده، یعنی سلام فرمانده عذر میخوام، یعنی آقای شجاع خلیل‌زاده و آقای کنعانی زادگان، شما که خودتون آقای کنعانی زادگان از خوزستان هستید، از دیار مردان نیک، زنان دلیری که 8 سال جنگ رو تحمل کرده در مقابل ارتش عراق، داد بن دندان مسلح عراق ایستادن و یک وجب از خاک ایران رو به عراقیان نفروختن و بعد از جنگ هم اسیر این همه مشکلات و مسائل شدن، اما واقعا ذره خم به ابرو نیاوردن. آقای کنعانی زادگان، شما که از اون دیار هستید، این همه سختی ها رو دیدید، مردم خوزستان دیدید چه با چه سختی های روبرو هستن، دست و پنجه نرم میکنن، خب شما شعار سلام فرمانده رو بدید، این یعنی داغی بر دل، داغ دیگری بر دل مردم خوزستان. میخوام اینجوری عنوان کنم، یه زمانی استقلال و پرسپولیس یا تاج و پرسپولیس، تاج سابق پرسپولیس همیشه تیم هایی بودن که از دل مردم اومدن و تیم های مردمی بودن. همیشه در زمان پیش از انقلابم، از زمان پادشاه فقیدم، پرسپولیس، مخصوصا پرسپولیس، همیشه تیم مردمی بوده و سبقه مردمی داشته و اون علی عبدو که روحش هم شاد باشه، پرسپولیس رو درست که از دل شاهین اول بیرون و با مردم بود. اما الان داریم نگاه میکنیم دیگه، ببین این اتفاقات که میفته ضربه به تیم پرسپولیس، ضربه به مردمی بودن این تیمه. اون از اون مهدی ترابی که
موقع یه گل زد گفتش که حمایت از رهبری تنها راه چاره ملت و قرارمون در روز قدس، در قدس شریف در فلسطین. این از آقای شجاع خلیل‌زاده و کنعانی زادگان. این کلیپ رو با هم ببینیم، واقعا من خودم شرمم میاد در مورد یه همچین مسئله صحبت بکنم. کار بسیار زشت و زننه این دو تا ملی پوش کردن و یه جورایی واقعا دل مردم و داغشون رو بیشتر کردن. تو این روزهایی که این همه فشار هست، این همه سختی هست، اتفاقات ناگوار داره به مردم با هزار مسئله و مشکلات اقتصادی روبرو هستن، درد مردم رو زیاد کردن، به نظر من بی‌انصافیه و در مقابل مردم میستانه. این تصاویر با هم ببینیم. بسیار ممنونم، واقعا اتفاقات تلخی داره میفته. آقای شجاع خلیل‌زاده و آقای محمد حسین کنعانی زادگان، در همین دو سالی که در قطر هستید یا قبلش، شما برید نگاه کنید پولی که به دست آوردید، ثروتی که به هم زدید، شهرتی که به دست آورد، محبوبیتی که در میان هواداران به خصوص پرسپولیس به دست آوردید از کجا بوده؟ درست تلاش کردید، همت کردید، اما اگه همین مردم نبودن از شما حمایت نمیکرد، شما هیچ بودید. آقای کنعانی زادگان، اون بحث فساد اخلاقی که شما داشتید، حالا کمیته اخلاق هم شما رو محروم کرد، اما آقای اسکوتیش دوباره شما رو دعوت کرد به تیم ملی. یعنی اگه همچین بازیکنی در فوتبال اروپا بود، نیست و نابودش میکردن، یعنی به کاری باهاش میکردن که درس عبرت برای همه بازیکنان بشه. شما میاد در اتوبوس تیم ملی به مردم ایران توهین میکنید، بعد میاد اینجا شعار سلام فرمانده رو میدید. یعنی دو تا توهین به مردم ایران. واقعا من زمانی که این ویدیو رو دیدم تا دقایقی بعد سردرد داشتم که این دو تا ملی پوش چطور به خودشون اجازه میدن با وقاحت تمام. یعنی شعر رو میخونن، این کلیپ ببخشید مسخره رو میخونن و مقابل مردم ایران وای میستن. واقعا شرم بر شما دو تا ملی پوش. من حیفم داره اسم شما رو دو تا ملی پوش بذارم و بگم در باشگاه پرسپولیس بازی میکردید. بسیار خوشحالم که الان در باشگاه پرسپولیس نیستید و از نردبان ترقی بالا نمیرید. مردم ایران رو بازیچه دست خودتون قرار دادید. واقعا دم امثال وریا غفوری و بعضی از ورزشکاران سلبریتی‌ها که با مردم هستن و در مقابل این حکومت وای میسن، دمشون گرم. امیدوارم همیشه سلامت و برقرار باشن و مطمئنن اسم این افراد به نیکی یاد خواهد شد، نه افرادی مثل شجاع خلیل‌زاده و محمد حسین کنعانی زادگان یا اون مهدی ترابی. من عرض کردم استقلال پرسپولیس از مردمان، مال مردمان، اما ورزشکاران و فوتبالیست های تو اون پیدا میشن که در مقابل مردمان و از مردم سوء استفاده میکنن. فرمانده شما باید مردم ایران باشن، آقای شجاع خلیل‌زاده و آقای کنعانی زادگان. مردم ایران هستن که شما رو به اینجا رسوندن، و یعنی شما اگر این مردم نبودن صفر کامل بودید، هیچ بودید. شما برید عقبه یا سابقه خودتون نگاه کنید از کجا اومدید. همون مردمی که در مازندران هستن آقای خلیل‌زاده، یا همون مردم دلاوری که در خوزستان هستن آقای کنعانی زادگان، با بازی‌های شما خوشحال می‌شدن، شما رو تشویق می‌کردن، شما رو به این همه جاهای مهم رسوندن، اما شما مقابل همه مردم ایستادید با سرود و کلیپ مسخره سلام فرمانده. امیدوارم که واقعا روزی برسه که ورزشکارا و سلبریتی‌ها بدونن مردم تا آخرین لحظه برای اونها هستن، اونها هم باید برای مردم باشن. ما نباید فقط مثل تعداد انگشتان دست وریا غفوری داشته باشیم یا ورزشکارای دیگه. آقای خلیل‌زاده و آقای کنعانی زادگان، ورزش قهرمانی تمام خواهد شد. شما روزی است که بعد در میان این مردم قدم بزنید، با این مردم باشید، کاری نکنید که با شرمساری تمام مقابل این مردم باشید بده و در کنار مردم نباشید. وریا غفوری هر کجا که داره میره اسمش به نیکی یاد میشه. چرا؟ به خاطری که مردم رو پلکان ترقی خودش قرار نداده، در کنار مردم ایستاده، در کنار کوربران ایستاده، در کنار مردم خوزستان ایستاده. برای چی ایشون رو از تیم ملی خط میزنن یا تو استقلال حمایتش نمیکنن؟ برای همین موضوعاته. اما شما میخواید در صف تبلیغات باشید، در جای باشید که تیم ملی باشید. واقعا من شرمم میاد بازیکنی که در تیم ملی هست
اون مسائل اخلاقی رو رقم میزنه، در مقابل هواداران پرسپولیس وای میسه و پول رو به مردم ترجیح میده، بعد میاد دم از ملی بودن و ملی گرایی و مردمی بودن میکنه. امیدوارم که واقعا این ورزشکاران روزی برسه که حقایق برای همه مردم الان مشخص شده و همه این ورزشکارانو میشناسن. مطمئن باشید مردم ایران بسیار زرنگتر و بسیار پیشروتر از این ورزشکاران سلبریتی های نخنما شده هستن. دوستان خوب همراه سود پلاس، لطفا ما رو همراهی کنید در چنل ما در یوتیوب، اینستاگرام بنده، صفحه سود در فیسبوک، وبسایت فوتبال ایران و در کل فضای مجازی. گفتم این چند دقیقه با شما همراه باشم و واقعا من دلم خودم به درد اومد، یعنی مردم ایران با این همه سختی ها از همه این ورزشکاران سلبریتی ها حمایت میکنن و بسیار از این ورزشکاران اصلا وقت نمیگذارن که صدای مردم رو بشنون. امیدوارم که روزی برسه و این ورزشکاران و این سلبریتی ها دستشون برای مردم رو بشه که رو هم شده. ممنونم از حضورتون.